من نکه دیگری هم میخوام تأکید کنم و اون این که مردم عزیز ایران میدونن البته که آمریکا در هفته های اخیر شکست های بزرگ سیاسی رو متحمل شد و این هم در تاریخ آمریکا و در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بود یعنی در این هفتاد و چند سالی که سازمان ملل تأسیس شده شما در سوابقش پیدا نمی کنید که آمریکا بیاد یه قطنامه ای رو علیه ملت ایران طراحی بکنه ماها بره این کشور اون کشور گدایی کنه با این تماس بگیره با اون تماس بگیره وقتی میاد در شورای امنیت سازمان ملل طرحی که علیه ایران برای تحریم تسلیحاتی ایران طراحی کرده و ارائه میکنه فقط یک کشور به او رأی بده این مسئله بسیار مهمی بود یک کشور فقط با آمریکا رأی داد سیزده کشور دیگر در شورای امنیت را یا رأی مخالف دادند یا رأی ممتنع دادند یعنی رد کردند طرح آمریکا را و طرحی که اخیرا آمریکایی‌ها به اسم طرح ماشه علیه ایران طراحی کردند چند روز قبل در جلسه ای که در شورای امنیت بود یعنی در چهارم پنجم شهریور حدود ده روز قبل و این اجلاس بود البته اجلاس راجب ایران نبود راجب مسائل منطقه و فلسطین و اینها بود اما به مناسبت بحث همین طرح ماشه آمریکا مطرح شد و در شورای امنیت از چارده عضو یعنی غیر آمریکا که چارده عضو دیگه میشه یک نفر از این چارده عضو از آمریکا حمایت نکرد و تقریبا همه اینو حالا سیزده نفر که سیزده عضو سخنرانی کردند و رد کردن طرح آمریکا رو و گفتن اصلا قابل پذیرش نیست این طرحی نیست که شورای امنیت بتونه بپذیره غیر قابل قبولی یک همچون شکستی در تاریخ سیاسی آمریکا بی‌نظیره این به خاطر چیه به خاطر ایستادگی ملت ماست اگر ملت ما در این دو سال نمی ایستادگی نمی کرد که نه این قطنامه ها بدتر از این قطنامه ها آمریکا علیه ما تصویب می کرد. و همه آرزوهایی که نسبت به این نظام و این ملت داشت به آرزوهاش می رسید. اما این ایستادگی و مقاومت از اون ور شکست آمریکا رو در سازمان ملل میبینیم شکست آمریکا رو از لحاظ سیاسی میبینیم از این برام آبادانی ایران رو داریم مشاهده میکنیم